سلام از زای دل، امیدوار هستم که خوشحالم باشین. اون رای فامیلای نازنینتون را صد بکر هستین، دلتان شاد، لبتان خندان باشه. امروز من آمدم که یک ولاگ برتان آماده کنم. اینجا دست در پارک نزدیک خانه ماست، حالا سیار یک پارک مقبول کلان سرسبز است. دیگه بچه ها میاین اینجا فوتبال میکنن، والیبال میکنن، بسکتبال میکنن. دیگه زنا اینجا میاین در پلیگراوند، اولادای خانه میارن ساتری میکنن. دیگه بسیار یک پارک خوب است برای مردم، بسیار نزدیک خانه ماست، یک 5 دقیقه راست. دیگه من امروز خواستم اینجا بیاین و از شما نظرنا خوشمند هستم که تاآخر از این ولاگ به همراه ما باشین. تاک شما بزر ببرین من شام بزرم که اینجا جوان هست فوتبال میکنن سیر یک میدان پاک، سیر یک میدان کلان. دیگه اینجا فامیل هست، خانم هست، اولاد های خدارده. بسیار فاصله های دیر میاید. اینم های یک دوره میزن باز پس دستانی ها، سلمانی هست، سرسایز میان بخاطر که حقی از امی پارک حقیش فاصلهش بسیار زیاد است. اینجا 3 دفعه یا 4 راوند یا 5 راوند که اگر بگردیم باز خوب یک فاصله بسیار زیاد تایم میکنیم. چی میخوری؟ ها؟ چی میخوری؟ اپل میخوری؟ یم از یم؟ مزدار است؟ You are so cute baby. وقت است تقریبا 5 کم 7 است. حال روزا کم دراز شدن، 7:30 7:35 سنست است، یعنی افتاب میشینه. باز یک کم خونتر شده، روزا ما دراز شدن. مگم ها و هوای ما دیگه سرد است، هنوزم سعی گرم نشده. یک روز گرم است، یک روز سرد است. باش که از این طرف شما شام تیم شما را اینجا را چه گاه 14 ساله 15 ساله است. رفقای بچه ایم از بسیاریش، بچه ایم امروز نامده
یا شاید باشم. هم قد هستم به شیخ پیدا نتونستم طالبا کجا هست؟ زای دلما آل آمدم در گوشه گوشی از این پارک آمدم شیشتم که چند قصه برکم کنم. یکی از قصه های واقعیت برتن کنم که چندین سالها پیش ما دیده بودم و شنیدم. زای دلما آل میخوام که برتن یکی از قصه های را کنم که بسیار جالب است و آموزنده است و واقعیت داره که چقدر تعصب بد چیز است. باید تعصب نداشته باشیم دیگه، باید متعصب نباشیم، قوم پرست نباشیم. از هر قومی که هستیم، از هر قبیله‌ای که هستیم، تمام ما انسان هستیم، تمام ما افغان هستیم. دیگه ما خواستم امروز امروز شما یک واقعیت داره که جوان بودیم برتان قصه کنم. تقریبا 25 سال پیش در کابل، البته در منطقه قلاینو خانه ما بود. سری کسا شاید شنیده باشن در رای تانگ لوگر تا خود لوگر یا طرف چارسی و بینیسار منطقه ما بود که اول تانگ لوگر بود، سران ملک بود، بارزو از قلعه خوجه بود، باز قلعه نو بود، قلعه چه سبزده ها بود، باز همون تمتا بالا می رفتیم به نیسار شوکی می آمد. ما در این منطقه می شیشتیم و مکتب ما در قلعه چه سبزده ها بود. در قلعه چه سبزده که ما مکتب می رفتیم دیگه او خاطره از یاد ما نمیره، خاطره فراموش نشده نیست که ما چه قسم دوره مکتب در اونجا خواندیم. و در دوران ما اونقدر زیاد از جنگ و از صلح اونقدر گپ نبود نظر به این سالا. بازم ترس یک کمک داشتیم از مجاهدین، چرا که همون وقت هم مجاهدین و یکان تا اگر سلوچ یا جراب میکرد یا پنتون میرن خط منداختن در خانه و یکم میترسیدن همین سمت ما. خلاصه ما وقتی که از ابتدایه از مکتب قلاچه از ابتدایه فارغ شدیم در لیسه آمنی فدوی رفتیم که لیسه آمنی فدوی از هر منطقه، از هر مکتب ابتدایی تمام شاگردان تمامشان به این معنی که هر کسی که میخواست که لیسه بخوانند در امن افتوی همینجا آمده بودن و ما آمدم. در اون دوره یکی از امی شاگردهایی که من مشناختم به نام منیبه بود. منیبه که بود از قوم پشتونای ما بودن، پشتون بودن و این یک بچه را دوست داشت به نام عتیق که این از قزلباش بود. عتیق بسیار به یک بچه خوب بود، قلعی ما بود، قلعی نو میشیشت. دیگه بچه بود که خب من تا جایی که ما مشناختیم بچه بود که بسیار بچه
بچه خوب بود، فامیل خوب داشتن. دیگر پدر از این 5 بچه داشت که سر 3 بچه از این دخترها به حساب امو وقت صدا کرده بودن که دوست داشت، عاشق شده بود، آمده بودن در خانه از این. چه قسم که صدا، یعنی که صدا کرد عاشقش میشه، بدون عروسی و بدون شنکوری میای خانه بچن و امرو زمین زندگی میکن و حساب به شوهر آینده خود یا شریک زندگی خود گیره انتخاب میکنه و امرو از اون زندگی خود پیش میبانه. و این مونیبه سر عتیق عاشق بود. ما صنف نو بودیم، شاید در اون زمان ما 15 ساله یا 16 ساله بودیم. اینا یک چند سال کلانتر از ما بودن، شاید 3 سال یا 4 سال کلانتر بودن. دیگه خلاصه یگان روز که ما مکتب می رفتیم همین مونیبه و عتیقه می دیدیم، یگان دفعه قصه می کردن، یگان دفعه استاد می شدن، قصه می کردن با هم دیگه. باز می رفتن، ما عادی هم طور زندگی روزمره خود پیش می بردیم، مکتب می رفتیم، می آمدیم. خلاصه روز شد که شنیدیم که عتیق در کوچه ما کوچ آمده، عتیق شد. بالاتر یک چند کوچه بودن، باز در کوچه ما کوچ آمدن. یک چند وقت بعدش شنیدیم که مونیبه سر عتیق صدا کرده، خانهشان آمده، مونیبشان در قلاچه صاحب زده ها میشیدن. گفتم که از قوم پشتونای ما بودن و عتیقم قزلباش بود یا شیعه بود. وقتی که این گپ را شنیدم من باور نکردم، گفتم شاید نه این گپ دروغ باشه و آمدم از یکی از خواهنده های صمیمیم که ماریشان است که در پالوی اولی از اونا بود پرسان کردم. نه تنها خواهنده ایم، از خوار صمیمی بودیم، حالا هستیم، دوستش دارم، از قومی ماست، از خود ماست، از فامیلای ماست. دیگه از این پرسان کردم، گفتم ماری جان راست هست؟ گفتا من یکان دفعه منی برای که من سربام میرم میبینم آمده صدا کردیم. گفتم خوب خوبه، بسیار خوش هستن، این یک هفته میشه یا در روز میشه منی با صدا کرده سر عتیق عاشقش هست دیگه، اونا گرفته آمدن. ما هم ایران ماندم که چطور چیز است. من هم تو شنیده بودم که مونیبه را بر عتیق نمیتن، چند دفعه خواستگاری رفتن ندارن. باز ما هم ایران ماندم که چطور آمده، گفتنه خواستگاری کردن ندادن، مونیبه صدا کردن آمده اون عتیق شد. با خلاصه یک چند روز بود، 20 روز بود، مشناختن پدرای یکی دیگر، مشناختن فامیلای یکی دیگر، مشناختن از هر منطقه که بودیم تمام ما یکی دیگر خوب مشناختیم که از کجا، از چه رقم مردم، از چه قسم فامیل داره، چه قسم از کی است. چرا که سالهای سال اولیای کلگی شخصی بود. اگر یگان همسایه می آمد می رفت، موقتی می رفت می آمد، اونا را اوقع کس نمی شناخت. خلاصه کسی که اولیا از خودش بود، شخصی بود، دیگه یکی دیگر می شناختن. خود دوری بود که بسیار یک دوری خوب، ما خوش بودیم از این دوره، جوانی خود بسیار به خوبی و خوشی تیر کردیم. باز خلاصه یک روز شنیدم که مونیبه را کشتن، مونیبه کشته شدن. وقتی که من یه پشینیم بسیار جیگر خون شدم، بسیار جیگر خون شدم. دیگه در منطقه ما آوازه شد که فامیلتیشان زیاد جیگر خون بود. باز از این سو قصه های رنگ و رنگ مشنویدیم. باز قصه واقعیت از یک نفر شنیدم، گفت مادر مونیبه که بود آمده بود
قرآن گرفته در خانه عتیقشان، که به لحاظ از همین قرآن شریف قربان شام آدم، که به لحاظ از همین قرآن میبرن یک شب یا دو شب شما میبانین که پدر زیاد مریض است در شبخانه، ای رو میبریم در شبخانه که پدر خود ببینم پدر بسیار مریض است، حالت بسیار خراب است، یعنی که شاید هم زنده نمانند، باید برای یک دفعه میبره ببینم. باز وقتی که این منیبر اجازه دادن، باز منیبر میگفت نه من نمیرم، که من میفهمم فامیل خودم، من برادر خودم میشناسم، پدر خودم میشناسم، مادر خودم میشناسم. در دوری که من یکی دیگر دوست داشتیم، یعنی تو جزا مرا دادن، شما که وقتی که خواستگاری آمده بودین مادرم مرا جزا دادن، دستای ما در تندور سوختان، در دستای شد تندور سوختان، در اجاق سوختان، در که تو تیر شروع از اتیق، که اتیق شیه است، اتیق زلباش از هزار است، ما ترا چطور بر از او بده. خلاصه باز امی منیبه گرفته چیزایی که اتیق مثلا باش خریده بودن، انگشتر، دوشوره، چله یا یکان چیزایی دیگه که اتیق برزی خریده بودن، ما چیزا را منیبه از سر و گوش خود کشیده برای عتیق داده، گفته عتیق جان این چیزا را که برای من امانت، این چیزایی را که برای من خودت خریدی این پیشت امانت باشم، اگر من دوباره زنده آمدم خود اینا را میگیرم در این آمدم بخشش باشم. باست عتیق گفتن نه چرا این گپا را میزنی، نه برو خیر از چیز از پدر مریض از پدر ندارد، یعنی مادرت بیان کردم قرآن را پیش کردم به خاطر قرآن شریف قربان شام، ما تو را میمانیم که برو میتونیست خیر به خیر پس بیم. باز اما تا یام دیگه هیچ کس امرای منیبه نرفتم، منیبه امرای مادر منیبه اجازه دادن یا رفتن دیگر دیگر خونه. باز دیگر ناوقت میده مادرش گفتنه راستن ما شب خانه نمیریم منیبه جان، اول خانه بریم سبا باز بخیر، سبا صبح شب خانه میریم دیگر. باز از اونجا میریم از ام خانه خودم میریم بخیر، از ام خانه خودم بخیر میریم شب خانه. باز هم منیبه مادر است دیگر، هرچی نکنی دب مادر خود قبول کرد و همون گب مادر جان خود قبول کرد و گفته خواست درست است دیگر سبا شب. وقتی که گب مادر خود قبول کرد همون روزش فکر میکنم یا سبا صبحش دیگر قصه های مردم از شنیدگی است دیگر بچشم ندیدیم، قصه هایی که میکنن قصه های تمامش یکی است دیگه، ما به چشم سر تنها خود منیبه را دیده بودیم و عتیق دیده بودیم، فامیلش را شناختیم دیگه قلعه ما بود. باز وقتی که سبا میشه باز منیبه را میگه بچیم برو امام کن که بخیر شب خانه میریم، باز منیبه امام کرده و برادر از برادر خود خبر نداشته، برادرش به نظر مجاهد بود دیگر از وظیفه آمده دیگر که به خاطر چی دیگر خبر نداشته. باز وقتی که امام کرده و بیرون برآمده دیگر که برادرش باز برادرش همی کرمرمی میزنن جای به جای کالا خودت میپوشن داخل امام، برادرش داخل میشه و روی مرمی میزنن میبرن قسم شینیدگی امرای مرمی در پیشانش میزنن دیگه. وقتی که ایره باز وقتی که ایره میکشه باز میگیره از دو منزله در پایین دولی میدازن، بعد از او ایره میگیرن دمی امام پت میکنن و شکاف امام بسته میکنن که خونش جای نره و مثلا دیگه خبر نشن، چرا سابق تو کوچه های قلاچه و قلای نویا اوه و اما ما هر چیز در کوچه ها بود، زیاد به حساب لکس و فشن و ترا نبود که نلدوانی باشه و دیگه
کرده در بشن. باز خلاصه ایره میگیرن پد میکنن باز همون روز دیگرش جنازه پدرش از شفخانه میه پدرشم فرق میکنن دیگر باز ایره همسایه ها را خبر میکنن میگانه این همونی بام از سر بام افتیده ایران غسل دادن دفنه کفن رو ترا کردن غسل داده پدرشم میرم از وقتی که همسایه ها خبر میشه که نه منیبه از منزله نفتیده منیبه پدرش کشته برادرش کشته ببخشیم باز همسایه ها میگن نه ما هیچ وقت اقسم کار نمی کنیم ما دفن نمی کنیم نه پدر منیبه نه دفن میکنیم نه خود منیبه چرا ای را کشتن باز این میمانه چند روز دو روز یا سه روز در قدر که میمانه باز خلاصه اخران چقسم چی اتفاقا پیش میه که اردوی از یار میگیرن دفن میکنن دیگه خلاصه تیق دیگه زیاد جگرخون میشه و دیوانوار هر شب جمعه سر خاک منیبه میره شم روشن میکنن و قسم میخوره و به حساب میگه ما دیگه دیگه زندگی نمیتونم هر زندگی هم کنم دیگه هیچ کس نمیگیرم گریان میکنم فغان میکنم هر شب جمعه چندین سالها میره پس قسم میخوره بدون تو که از من نشدیم هیچ کس نمیگیرم یک سال یا دو سال دیگه که پیر میشن عتیقشان میخی از قرنو میرن بارو استرال بسته میکنن کج میکنن در کجا میرن او رو هیچ کس نمیخنن باز ما اما تا چندین سال بعد دقیق دیار نمونده که میشه که 7 سال میشه 5 سال زندن تر وقتی که جنگا شد مجاهدین آمد تمام افغانستان گرفت ما به خاطر جنگا چندین بار مهاجر شدیم از منطقه خودم برامنیم از سمت کارتیسه مهاجر شدیم سمت قلافت لا مهاجر شدیم سینما پامیر رفتیم مهاجر شدیم غزنی رفتیم مهاجر شدیم چندین دفعه دمی جنگای دمی مهاجرت ها که چند یک سال یا یک سال ما دوباره از غزنی آمدیم کج سمت قلافت لا باز اما تا شنیدیم که عتیق همراه قیس فلم کار میکنن در قیس فلم است همراه سلیم شاهین کار میکنه در فلم ها دقیق در یادم نمانده صادقانه برتان بگویم که دیگه یک قصه 25 سال پیش یا زیادتر است دیگه باز همون وقتا شنیدیم که عتیق نامزاد شدن به حساب مذاق میگفتیم چطور عتیق نامزاد شده و وعده کده بکردیم اونی با که من دیگه هیچ کس ها نمیدیم بغیر خود چطور تو به وفایی کده باید نمیگرفتیم باز خواه نامزاد بوده چقدر روش خبر ندارم چرا که چندین سال ها تیر شده بود باز وقتی که نزدیک های عروسی عتیق میشن و عتیق میخواسته که عروسی کنن که راکت از نمیفهم که از کدام سمت آمده راکت ها از سمت خب ازبا بودن دیگه زیاد جنگ بود چندین ازبا بود دیگه نامشون نمیگیرم راکت آمده در قلافت لا دمی خود قیس فلم خورده دمو وقت هم ما در قلافت لا بودیم وقتی که در قیس فلم خورد تمام از امی استودیوی سلیم شاهین به نظرم که خراب کرد و چندین کسایی که چندین نفر های بچه فلم و کسایی که کش کار میکرد اونا شهید شدن کشته شدن و عتیق هم در جمع از امون بچه های کشته شده بود که کشته شده بود چون شهید شده خدا ببخشه شما خداوند غریق رحمت کنه تمام رفتگان آل اسلام باش که ما امی چیزا چادر خدا دادار خدا پیچ کنم که امروز واکسین زدیم واکسین کرونا دیگه شمال هم است شام شد یخ است کم پیچ کنم خوب است به نظر
دیگه اینی بود یکی از قصه هم چی که واقعیت یکی از واقعیت های زندگی دلانه عاشقا بود یا دلانه دلدادا بود که من وقتان دیگه هدف ما این بود که تعصب چقدر خطرناک چیز است که جان اولاد آدم میگیره، جان دو جوان میگیره، اگر میبره به حقیق میداد زندگی خوب و زندگی خوشم شاید میداشتم و شاید هم که حقیق کشتن همیشد دیگه قلاچه دیگه قبیله زندگی میکردم. خداوند نصیب آدم چی را نوشته کرده و چی نیش اصلا نوشت آدم او را کس نمی فهمد. خداوند تمام جوان ها را تمام مردم دل شاد و لب خندان نمیشه نصیبشان کنه. دیگه من خودم از رستی یک انسان استم که تعصب ندارم و از اول تعصب نداشتیم، عالم ندارم من تا که زنده هستم هم تعصب هیچ وقت ندارم. چرا تعصب ندارم؟ بخاطر که امو سابق دم خود قلعه نو در چهار طرف ما از تمام مردم بودن، مثلا از پشتون ها بود، تاجک ها بود، قزلباش بود، از آمد بود، ازبک بود، حتی پشهی بود، نورستانی بود، پشهی هم بود، پشتون های از قدس بودن. در اون طرف سرک عمومی در اون طرف سرک عمومی از پشتون های بودن که از جاجیا بودن و سالهای سال هم بودن. در قلعه بسیار کلان داشتن، در قلعه خودان زندگی میکردن، بسیار مردم های خوب بودن، بغرز بودن. حتی اونا فامیلای زوار رو ما مشناختیم و کسایی که در قلانه بودن در این سمت سرک، در این طرف سرک تمام فامیلا رو مشناختن، بزرگار یکی دیگر رو مشناختن. از او خاطر ما هیچ وقت متاثر نبودیم و نه هستیم و نه خود بودیم. دیگر امیدوار استم که هر کسی که متاثر است دیگر خدا را در آینه گدایت کنن، کسایی که متاثر نیست خداوند را های دنیا را نصیبشان کنند. و از خداوند بزرگ می خواهم که تمام انسان ها را، تمام انسان های دنیا را غم و درد و رنج نته، همیشه دلشان میگم شاد باشن، همیشه سرمند و سلامت باشن. و نازنین هایی که این ویدیوی مرا همیشه تعقیب میکنین، از زای دل دوستای عزیز از هر جایی که هستیم دوستتان دارم، تشکر از اینکه همیشه ما را حمایت میکنین، کامنت میمانین، پیامای مقبول میمانین. امیدوار استم که امروز بلاگ ما خوشتان آمده باشن. شما را به خداوند بی نیاز مسپارم. الله یار مددگارتان. دیگه لطفا لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نکنین. خدا حافظ و ناصرتان.